موشکا. بازم سلام و بازم موشکا. آخه من چی بگم از دست این سید علی قزمی؟ یه کار بعد کلی پستونشینی اومد ابروی نظامشو درست کنه، زد چشم و چارشو کور کرد. بدبخت فکر میکرد با دو دوز بازی و قیقاج رفتن میتونه به یابواش دهنه بزنه، واسه همینم بود که از یه طرف اینو گفت هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون شش دولت پنج به علاوه یک، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. آره، از یه طرف اینو گفت، از طرف دیگه این یکیو. بعضی از مواجب بگیرهای دشمن، تبلیغاتچی های مواجب بگیر و بعضی از تبلیغاتچی های بیمزد و مواجب از روی ساده لوحی نتوانند افکار عمومی رو گمراه کنند. بله، اینجا بود که شربت مداری هیچ خوردن سید علی رو روی هوا قاپید و به جای این که بلوم عربدش رو بیاره پایین گذاشت رو استریو، یعنی کوسه و شیخ فری و تیم مذاکره کننده رو چپون تو خورجین مواجب بگیرا و ایکس و ایفرگ نامعلوم و چپون تو جیب بغل تیم مذاکره کنندگان. بعدم شما بلند کرد و بیام و ببین. رهبر انقلاب دیروز از موضع استراتژیست نظام بار دیگر حقیقت آیه شریفه اشداء و علالکفار رحماء بینهم را بازگو کردند و همچنان که میدان مانور دولت مردان را نشان می دادند، راه گندم نمایی و جوفروشی تبلیغاتچی های متقلب دشمن را بستند. از اون طرف روحانی هم گفت اه اینطوریه؟ حالا که سید علی میخواد واسه ما قر و قمیشه یه بوم و دو هوا بیاد، منم لنگشو میکشم وسط تا همه بدونن جواز زهرخوری رو خودش صادر کرده. ما از مقام معظم رهبری که در سخنان امروزشون همانند گذشته از سیاست دولت در مذاکره با پنج به اضافه یک دیپلماسی دولت حمایت فرمودند، صمیمانه تشکر میکنیم. از ابتدای امر راهنمایی های ایشان، رهنمودهای ایشان مسیر مشخص کرده، در ادامه راه هم همواره از راهنمایی های ایشان و رهنمودهای ایشان استفاده خواهیم کرد. سید علی فکر کرد با یه ویراژ قهرمانانه میتونه سر و صدا رو بخوابونه و هر ضرب و زوری که شده موج مذاکره رو رد کنه و ریشش رو از زیر قیچی تحریما بکشه بیرون. اما از اون طرف کوسه ریش پد ریش ولی فقیه رو گرفته، حالا بکیک کی نکیک. بله اینجوری هست. اینجاست که باید گفت سر گاو ولایت بدجوری تو خون بگیر کرده. حالا کوسه بکش، سید علی بکش. موشگاف هم میدونه ته خط کله گاوه که کنده میشه. موشکا